قرار این کار سبودی رو با هم دیگه بسازیم. سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. توی این آموزش قراره با هم دیگه یک کار سبودی انجام بدیم و برای این کار نیازه که اندازه ها دقیق باشن. پس میام به این قسمت و روی این گزینه میذارم. دقیقا موس رو میذارم اینجا که 8 تا مربع برای طول و 2 تا هم برای عرض داشته باشیم. به ترانسفورم رایت انگل میرم و به روتیشن 90 درجه اضافه میکنم. حالا بیریم سراغ شیپ بعدی که میخواییم بکشیم. اینجا هم دوباره یه شیپ اندازه همین این پایین قرار میدم. آلت رو میگیرم که بهتر ببینم، رنگش رو تغییر میدم. خب حالا میرم به رایت انگل، از همین دوپلیکیت میگیرم اول که رنگش رو تغییر میدم، اون رو روی 20 میذارم. چرا روی 20؟ چون من میخوام به اندازه یک مربع ضخامت داشته باشه. یک مقدار اون رو بالا میبرم. از همین دوباره داپلیکیت میگیرم، اون رو میارم پایین. این روی منفی 30ه. خب پس اگه من میخوام روی اون مربع بیفته، اون رو روی 30 میذارم. این هم از این. میام سراغ شیپ بعدی، موس رو میذارم اینجا. این دفعه 3 تا مربع برای عرض انتخاب میکنم و 8 تا مربع برای طول. رنگ این رو هم سفید میذارم. از همین دوباره دوپلیکیت میگیرم، رنگش رو تغییر میدم، مثل همون رنگ آبی میذارم. میرم برای تنگل پس اینجا دوباره اون رو روی 20 میذارم، اون رو میبرم بالا روی این قسمت. از همین دوباره دوپلیکیت میگیرم، این رو روی 30 میذارم، دقیقا توی یک خط بیافتم. انکر پوینت رو دقیقا وسط این قرار میدم. حالا از همین دوپلیکیت میگیرم، به روتیشن 90 درجه اضافه میکنم که دقیقا روی این قسمت قرار بگیره. دوباره از همین دوپلیکیت میگیرم، 180، دوباره دوپلیکیت میگیرم. حالا انکر پوینت هر 4 تا شیپ رو این قسمت قرار میدم. حالا میرم سراغ این شیپ، انکر پوینت اون رو هم اینجا میذارم، ازش دوپلیکیت میگیرم، اون رو دقیقا میبرم اینجا. از همین دوپلیکیت میگیرم، بهش منفی 90 درجه روتیشن میدم و اون رو این قسمت قرار میدم. دوباره از همین دوپلیکیت میگیرم، انکر پوینت هاشون رو درست میکنم. همه ی انکر پوینت ها باید به سمت این قرمز باشه. حالا همه لایه ها رو 3D میکنم. میرم سراغ این لایه، ایکس روتیشن روی 90 درجه میذارم، میرم اینجا برای این گزینه وای روتیشن روی 90 درجه میذارم. حالا انکر پوینت این لایه رو وسط قرار میدم. اگر یادتون باشه طول اون شیپ هایی که ما رسم کردیم 160 پیکسل بود، از همین دوپلیکیت میگیرم، پوزیشن رو انتخاب میکنم و این روی 160 میذارم که دقیقا پشت اون قسمت بیفته. همه لایه رو انتخاب میکنم و به این لایه پرنت میکنم
و کنترل هوم رو میزنم که وسط کامپوزیشن قرار بگیره. حالا همه اونها رو دوباره روی نان قرار میدم. خب برای اینکه ببینیم چطور شده، یه نال آبجکت رسم میکنم، اون رو سه‌بعدی میکنم. حالا من میخوام نال آبجکت دقیقا وسط این شیپ قرار بگیره. طول شیپ ما 160 پیکسل بود، برای اینکه وسط قرار بگیره باید پوزیشن رو روی 80 بذارم. حالا همه اونها رو پرنت میکنم به نال آبجکتمون. و روتیشن رو میدم. میبینیم که خیلی خوب انجام شد. میتونید همه اینا رو انتخاب کنید و بهش یه استروک هم بدید، حالا هر رنگی که خودتون دوست دارید. برای این شیپ هم 2 پیکسل استروک انتخاب میکنم و رنگش رو هم رنگ این شیپ قرار میدم. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشی. حتما این پست رو سیو کن و نظرت رو توی کامنت ها